سلام 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 استاد عزیز، من یاسر رحمتی هستم و خوش آمدید به دوره جامعه مهندسی شبکه شد. در ادامه اسکیل میکروتیک قرار در این ویدیو بپردازیم به پروداکت نیمینگ تجهیزات میکروتیک. و اگر از ویدیو قبلی خاطرتون باشه، من گفتم که زمانی که در مورد نامگذاری تجهیزات میکروتیک به صورت پروداکت نیمینگ یاد میکنیم، هدف ما این هست که بتونیم فیچرهای دیوایس رو در قالب این نوع نامگذاری بتونیم ریپرزنت بکنه. به عنوان مثال، همونطوری که در این شکل دیوایس RVBC UIAS آین رو مشاهده میکنید، قبل از اینکه بپردازم به جزئیات نحوه نامگذاری، دوست داریم این شمایل و المان‌های فیزیکی که در فیس و نمای جلوی دیوایس قابل نمایش هست رو با هم یه ریویوی کرده باشیم. اگر دقت بکنید، اتر 1 تا اتر 5 این دیوایس من همه پورت‌های 1G هست. از طرف دیگه اتر 6 تا اتر 10 هم پورت‌های پس اترنتی ما هستن. تمام اینها اینترفیس هایی هستند که وایرد هست، از نوع کتی هست، اما یه دونه پورت SFP هم وجود داره برای میدیاهای فایبر اپتیک. از طرف دیگه یه دونه پورت USB هم دارد که خب ما در ادامه درباره اینها صحبت خواهیم کرد. خب تو ویدیو قبلی به صورت کامل این رو تیکه باره کردیم. گفتیم پروداکت نیمینگ یه شابلون داشت، یه الگوی مشخص داشت. این الگوی 6 تا بلاک اصلی داشت: بورد نیم، بورد فیچرز، بیلدین وایرلس، وایرلس کارت فیچرز ها، کانکتور تایپ ها و انکلوژر تایپ. به عنوان مثال در بخش بورد نیم شما به سه طریق میتونستید دیوایس خودتون رو فیل آپ بکنید: یا از قالب 3 سیمبل نیم استفاده میکردید، از سه تا عدد که عدد اول سری دیوایس رو مشخص میکرد، عدد دوم تعداد اینترفیس های وایرد دیوایستون رو مشخص میکرد، و عدد سوم هم تعداد اینترفیس های وایرلس دیوایستون. قالب دوم قالب بورد بود، یعنی یک عبارت و کلمه و استرینگی مشخص میکرد نام این دیوایس رو، به عنوان مثال اومنیتیک، گروب، SXT، هاب، هکس، کاب و امثال هم که من لیست کاملش رو این رو برای شما ریپرزنت کردم. و در نهایت حالت بعدی حالت اکسپشنال ها بودند. مثل چی؟ مثل سری 600، 800، 1000، 1100، 1200، 2011 و امثال هم. به عنوان مثال این دیوایسی که الان میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم و در موردش بیشتر آشنا بشیم، دیوایسی هست که در رسته اکسپشنال نیمینگ قرار میگیره از سری 2011. بنابراین در بخش بورد نیم ما این قسمت رو با عبارت 2011 فیلاب میکنیم. دوباره تاکید میکنم که این دیوایس من 5 تا پورت فست اترنت داشت و 5 تا پورت 1G به انضمام یه دونه پورتی که اصطلاحاً SFF ساپورت بود، یا از طریق مدیای فیبر نوری میتونست اتصال فیزیکی رو برقرار بکنه. اما بلاک دوم بلاکی بود که فیچرهای بورد دیوایس شما رو برای شما مجدد ریپرزنت میکرد. به عنوان مثال، آیا دیوایس شما پورت USB دارد یا ندارد؟ آیا POE ساپورت هست یا نه؟ آیا POE ساپورتش وید کنترلر هست یا وید اوت کنترلر؟ آیا ماژول SFP دارد یا ندارد؟ آیا اکستندد مموری دارد یا ندارد؟ آیا اکستندد CPU دارد یا ندارد؟ آیا SFP ساپورت هست یا نه؟ و خب تو این جدول همه این موارد رو برای شما اکستند کردم. اگر به سایت میکروتیک برای دیوایس 2011 خودمون مراجعه بکنیم و اسپک اون رو بکشیم بیرون، ببینیم که بله، روی اتر 10 POE ساپورت هست از نوع ویداوت کنترلر. بنابراین این عبارت آی به خاطر همین لحاظ شده. در ابتدای ویدیو به شما گفتم که دیوایس شما یه دونه پورت USB داشت، بنابراین این یو کپیتال به خاطر وجود پورت USB در این دیوایس خواهد بود. مموری سایز این دیوایس شما اکستند شده، یعنی حافظه رم این دیوایس اکستند شده، بنابراین از عبارت A کپیتال استفاده کرده. و از طرف دیگه در ابتدای ویدیو هم به شما در فیس دیوایس نشون دادم که یه دونه پورت یا اینترفیس یا درگاه SFP هم در دیوایس شما برای کابل های فیبر نوری وجود داشت. بنابراین این عبارت A کپیتال ریپرزنت میکنه چی؟ SFP پورت رو. اما بلوک های سوم و چهارم بیلدین وایرلس و وایرلس کارت فیچرز بوده. ما گفتیم این دوتا رو با هم دیگه کامباین میکنیم، میرسیم به 4 تا ساب بلاک: باند، پاور پر چین، پروتوکول، نمبر آف چین. باند دیوایس
در واقع مشخص میکرد که آیا دیوایس شما داره روی باند 5 گیگاهرتز اپریشن داره یا 2.4 گیگاهرتز یا هر دو، بسته به اینکه رو باند 5 اپریشن داشته باشه اینجا عدد 5 قرار میگیره، اگر اپریشنش رو باند 2.4 گیگاهرتز بود اینجا عدد 2، و اگر هم باند 5 هم باند 2.4 رو ساپورت میکرد اینجا عبارت 52 قرار میده. در بخش پاور پرچین یک حالت مبنا و پایه رو تعریف می‌کردیم، با عنوان مثال اینجا نشون داده که دیوایس شما روی استاندارد 802.11a در واقع استاندارد پایش باشه به عنوان مثال، و بیاد روی این استاندارد 6 مگابیت پر سکند رو چی تروپوت داشته باشه. پس من حالت پایه یا حالت استاندارد هست به انضمام یه تروپوت مشخص. میگه به ازای این حالت پایه اگر میزان پاوری که هر چین دیوایس شما، هر چین کارت شبکه وایرلس شما یوزیج داشت، مصرف میکرد به عنوان مثال زیر 23 دی بی ام بود، این حالت میشد نرمال، اینجا چیزی نمینوشتیم. اگر بین 23 تا 24 دی بی ام بود اینجا میشد های پاور، اینجا عبارت اچ کپیتال رو مینوشتیم. اگر اینجا بین 25 تا 26 دی بی ام بود اصطلاحاً تحت عنوان های پاور میشناختیم و عبارت اچ پی رو اینجا ایندکس میکردیم، و اگر بزرگتر از 27 دی بی ام بود عملاً تحت عنوان اس اچ پی ابریویت میشد و در واقع سوپر های پاور مد نظر بود. خب این ساب بلاک رو هم تعیین تکلیف کردیم. در بخش پروتکل استاندارد اپریشن در واقع دیوایس رو ریپرزنت میکردیم. اگر استاندارد اپریشن دیوایس شما 802.11a b و g بود عملا اینجا نال میشد، هیچی قرار نمیدادید. اما اگر 11 n ساپورت بود اینجا عبارت یا به عبارت دیگر کاراکتر n، و اگر 802.11ac ساپورت بود اینجا عبارت ac رو می نوشه. از طرف دیگه در ساب بلاک آخر یعنی نامبر آف چین، تعداد چین های هر کارت شبکه وایرلس خودتون رو ایندکس می کردید. اگر سینگل چین بود اینجا نال می شد، یعنی خالی می داشتید. اگر دوال چین بود اینجا عبارت دی کپیتال، و اگر تریپل چین بود اینجا عبارت تی رو میذاشید. از اونجایی که در بخش اسپک این دیوایس یعنی دیوایس 2011 ما هیچ کدوم از کار شبکه های 2, 4 و 5 گیگاهرتز رو نداشت، بنابراین ما این قسمت را خالی یا نال رها میکنیم. خب در بلوک پنجم اگر در دیوایس شما از کانکتور خاصی استفاده شده بود، مثل چی؟ مثل MMCX، مثل UFL، میاید این کارکترها رو در این قسمت در واقع قرار میدید که ریپرزنت بکنه که در این دیوایس از کانکتور خاصی به صورت اسپسیفیک استفاده شده. چون در این روتر 2011 من از کانکتور خاصی استفاده نشده، بنابراین من این قسمت رو نال میگذارم یا به عبارتی خالی رها میکنم. و در نهایت به سراغ بلوک ششم میریم. آیا انکلوژر یا باکس فیزیکی دیوایس شما شرایط خاصی داره؟ به عنوان مثال اپریشنش توی شرایط آوتدور امکان پذیر هست، شرایط جوی محیط بیرونی؟ اگر اینطور هست آوتدور انکلوژر رو ابریویت میکنیم به OUT که ریپرزنت میکنه آوتدور اپریشن رو. اگر دیوایس شما صرفا اپریشنش رو در فضای داخلی و مسقف و دور از فضای شرایط جوی و محیطی هست، اصطلاحا دیوایس شما ایندور هست و اون رو ابریویت میکنیم به IN. اگر دیوایس شما قابلیت نصب در رک رو داره، اصطلاحا میگیم رک مونتد هست و با RM در واقع ابریویت میشه. اگر دیوایس شما قابلیت نصب روی تاور رو داره، اصطلاحا بهش میگیم TC یا تاور کیس، و به همین ترتیب من انکلوژر تایپ های مختلف رو اینجا ریپرزنت کردم. از اونجایی که این دیوایس 2011 من طراحی شده برای شرایط ایندور، بنابراین حالت انکلوژر تایپ اون تحت عنوان IN اینجا ابریویت و ریپرزنت خواهد شد. و اگر تمام این مواردی که تا حالا در مورد پروداکت نیمینگ این دیوایس با هم ریپرزنت کردیم و مرور کردیم که بیایم فیچرهای دیوایس رو با هم نشون بدیم رو توی این جدول خلاصه بکنم و ایندکس بکنم، عملا RB 2011 UIAS IN نشون میده که این دیوایس از نوع RB یا روتر بورد هست، 2011 هست از نوع اکسپشنال نیمینگ در واقع نامگذاری شده، یو به خاطر اینکه در اون از درگاه USB
استفاده شده. آی به خاطر اینکه اتر در اون پی او ای ساپورت هست اما بدون کنترلر یا ویدات کنترلر. ای به خاطر اینکه مموری اون حافظه رم اون اکستندد شده. اس به خاطر اینکه این دیوایس اس اف پی ساپورت هست، یه دونه پورت اس اف پی داره و از اونجایی که دیوایسمون برای شرایط محیط های ایندور قابلیت تعریف و استفاده داره و انکلوژر تایپ اون ایندور هست، این حالت و استاتوس تحت عنوان آین ابریویت شده و در این قسمت شما آین رو می‌بینید. خب دوستان عزیز، ممنونم که با من در این ویدیو همراه بودید و بدرود.